از بندر عباس تا بندر قشت، مرکز جزیره قشت، با لنج‌های محلی 2 ساعت راه است. در خلیج فارس هیچ جزیره‌ای از قشت بزرگتر نیست. طول این جزیره از بندر قشت روبروی بندر عباس تا با سعیدو روبروی بندر لنگه 120 کیلومتر است. از 20,000 سکنی 73 آبادی جزیره، 3,000 نفر در بندر کوچک قشت زندگی می کنند. کار عمده مردم جزیره دریانوردی بین بنادر خلیج فارس و بافتن تور و گردور و سیر ماهی و میگو است. اسکله قلب تپنده بندر قشم است. اگر اسکله خالی باشد، شهر ساکت و آرام است و تا روز دیگر و آمدن لنجی دیگر هیچ صدایی نمی آید مگر صدای نفس دریا. گاهی در شب صدای دهل اهل هوا نفس دریا را می برد. نیروهای خبیث مرموز نفرین شده‌ای هستند که در همه آسمان جنوب سرگردانند، مثل جن، مثل روح، مثل خیال. بادها برای رهایی از سرگردانی ابدی خود همیشه و همه جا در بیابان و دریا و خرابه‌ها در کمین جان مردم فقیر جنوب نشستند.
باد زار در جان آدم دخنه کرد، او را مریض می کند و مریض اهل هوا با دکتر خوب نمی شود. بادهای زار بیشتر از آفریقا رسیده اند و مبتلایان زار بیشتر سیاهانی هستند که اجدادشان در سالهای دور به کنیزی و غلامی آمدند. در جزیره قشم اگر کسی مریض بشود و از دوا و دکتر و دعا کاری بر نیاید، او را پیش ماما حنیفه می برند. سن ماما حنیفه را کسی نمی داند. یک قلم از سن او 40 سال مامایی زار است. دختران هوا در مجالس بازی زیر نظر ماما حنیفه خدمت می کنند. بادها در جنوب بیشمارند. باد جن، باد نوبان، مشایخ، شامی، باد زار که هر کدام انواع بیشمار دارند. بادها کافر و مسلمان دارند. زار یک باد کافر است و مبتلای خود را بیشتر اذیت می کند. باباها و ماماها در مجلس زار جن را به کمک موسیقی از تن مریض بیرون می کنند. هر بادی با یک آهنگ مخصوص در تن مریض حرکت می کند و حرکت باد در تن مریض به یک رقص موزون می ماند. زار یک سرانداز مخصوص دارد که وقتی زارش میگیرد روی سرش میاندازد تا کسی روی او را نبیند.
بادزار هنوز از تن این زن بیرون نرفته است و نیازی می‌خواهد تا مریض را آرام بگذارد. زار از زبان مریض با بابا درویش حرف می‌زند. این انگشت خرج سفره اهل هوا بشود تا باد مریض را ترک کند. مریض اهل هوا پس از روبوسی با دختران هوا باید در تنهایی خود بنشیند تا باد او را تنها بگذارد. مریض پس از هر بازی دو سه ماهی سالم و آرام است، اما می داند که باد دوباره به سراغش خواهد آمد.